با نام و یاد خدا، داوند هستم، طراح سیستم‌های تهویه مطبوع. خوشحالم که بستری فراهم شده تا با آموزش طراحی سیستم تهویه داکت اسپلیت در خدمت شما عزیزان باشیم. آموزش برای فرادرس تهیه میشه. ابتدا مروری خواهیم داشت بر مطالب این جلسه. دلیل استفاده از سیستم تهویه مطبوع در ساختمان را با هم بررسی می‌کنیم. انواع سیستم‌های تهویه مطبوع را معرفی می‌کنیم و بررسی کاملی خواهیم داشت روی سیستم تهویه داکت اسپلیت. در نهایت هم مقایسه‌ای می‌کنیم مابین سیستم داکت اسپلیت با سیستم‌هایی که در داخل کشور رایج هستند و عموماً طراحی و اجرا میشن. دلیل استفاده از سیستم تهویه مطبوع در ساختمان، اصلی ترین دلیلش ایجاد آسایش حرارتی برای افراد ساکن در ساختمان هستش. یعنی بدون استفاده از سیستم تهویه مطبوع عملا ساختمان غیر قابل سکونت خواهد بود. پس ما باید برای ایجاد آسایش حرارتی یک سیستم تهویه مطبوع مناسب طراحی کنیم و اونو در ساختمان اجرا کنیم تا افرادی که در داخل اون ساختمان هستن احساس آسایش بکنن و بتونن زندگی کنن در اونجا. اینجا جدولی برای شما آوردیم که از هندبوک کریر گرفته شده. اینجا دماهای طرح داخل و همان دمای فضای داخل را بر اساس کاربری‌های مختلف به ما داده که این رو ما میتونیم مبنای طراحی خودمون قرار بدیم برای شروع محاسباتمون و اینکه این سیستم تهویه مطبوع دمای داخل را در چه رنجی برای ما نگه داره. یک نرم افزاری را خدمت شما معرفی می‌کنیم که در حین طراحی ممکنه شما با این بحث روبرو بشید که بخواید تبدیل واحد انجام بدید. یعنی این واحد مثلا درجه فارنهایت را بخواید به درجه سلسیوس تبدیل بکنید که میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید. در اختیار شما قرار دادیم. جدای از دماها میتونید فشارها، دبی، مساحت، طول و هر پارامتر دیگری را باهاش تبدیل واحد کنید و کاربری بسیار ساده ای داره، قطعاً به دردمون خواهد خورد در مراحل طراحی. دلیل دیگر استفاده از سیستم تهویه مطبوع ایجاد تعادل حرارتی یا هیت بالانس هستش. یعنی وظیفه این سیستم تهویه مطبوع ایجاد تعادل حرارتی هستش. شما این ساختمان را در نظر بگیرید که در فصل تابستان از طریق مختلف به این ساختمان دارای گرما وارد فضای ما میشه. به صورت تابش خورشید، نفوذ هوای گرم از درزها و درها، روشنایی، افرادی که در داخل فضا هستن و تجهیزات الکتریکی که داریم، اینها همه برای ما گرما ایجاد میکنن و ما باید با یک سیستم تهویه مطبوع این گرما رو جبران بکنیم. یعنی به همون اندازه‌ای که ما داریم اینجا گرما وارد میکنیم و گرما وارد میشه به داخل ساختمان و داخل این فضا، به همون مقدار هم باید دستگاه ما خنکی ایجاد کنه در تابستون و برای ما گرمایش ایجاد کنه در فصل زمستان. یعنی عملا بدون در نظر گرفتن مقدار تلفات حرارتی ما نمیتونیم سیستمی رو برای یک ساختمان تعریف کنیم و باید محاسبه بشه که در فصل تابستان چقدر گرما وارد این ساختمان میشه و در فصل زمستان چقدر داره گرما از دست میده این ساختمان. و اگر سیستم تهویه مطبوع ما درست انتخاب بشه، دقیقاً به همون مقداری که ما تلفات حرارتی داریم، به همون مقدار هم برای ما گرما و سرما تولید میکنه سیستممون. و اگر بیشتر از اون یا کمتر از اون مقداری که لازم است ما برای دستگاه در نظر بگیریم و ظرفیت دستگاه را در نظر بگیریم، عملاً تعادل حرارتی حفظ نخواهد شد و ما اون بحث ایجاد آسایش حرارتی و آسایش حرارتی ساکنین را از دست میدیم. و توجه به ویژگی افراد ساکن هم یکی از نکات مهمی هستش که باید بهش توجه بشه که این افرادی که در داخل ساختمان هستن، کاربری ساختمان اداری هستش، مسکونی هستش، تجاری هستش. قطعاً نوع پوشش افرادی که در داخل ساختمان‌های مسکونی هستند متفاوت خواهد بود با افرادی که در ساختمان‌های تجاری و اداری و یا کاربری‌های دیگر قرار دارند. سیستم‌های تهویه مطبوع بر اساس اینکه کاربری پروژه ما چی هستش، بر اساس اینکه کارفرما چقدر میخواد هزینه کنه و با چه کیفیتی میخواد آسایش حرارتی داشته باشه و بر اساس در دسترس بودن انرژی مثل برق یا گاز و یا آب میتونه خیلی گسترده و متفاوت باشن با هم دیگه. اما اینجا ما سیستم های رایج رو برای شما معرفی میکنیم. سیستم تهویه مطبوع تمام هوا یا all air عملا به سیستمی گفته میشه که سیال واسط ما، سیالی که داریم باهاش گرمایش و سرمایش رو ایجاد میکنیم، تماما هوا هستش. و در مقابل سیستم تمام آب را داریم که ما با آب داریم عمل سرمایش و گرمایش رو انجام میدیم در ساختمون. ترکیبی از این دو سیستم نیز میتونیم داشته باشیم و سیستم آخر هم سیستم انبساط مستقیم هستش که ما اینجا عملا با آب یا هوا سر و کار نداریم. ما اینجا با یک گاز مبرد با خواص مخصوص به خودش و خواص خاصی که داره سر و کار داریم که سیستم داکت اسپلیت ما هم عملا روی این سیستم میفته و جزو سیستم های انبساط مستقیم که با گاز مبرد کار میکنن محسوب میشه. در سیستم تمام هوا همونطوری که خدمتتون گفتیم، آن چیزی که برای ما عمل سرمایش و گرمایش داره انجام میده توی فضا تماما هوا هستش. از طریق یک دستگاه هواساز هوا گرم یا خنک میشه، از طریق کانال، شبکه توزیع و این دریچه ها میاد داخل فضا، این هوا ریخته میشه، دریچه هایی هم برگشت داده میشه به داخل دستگاه که دوباره گرم یا سرد بشه. اینجا ما در داخل دستگاه یک کویل سرد نشون داده شده که چیلر ما آب و خنک میکنه، سرد میکنه، میفرسته داخل این کویل و دوباره برگشت میخوره به داخل چیلر که عملا یک سیستم اینجا بسته داریم و این هوایی که داره از روی این کویل عبور میکنه از طریق این فنها که به حرکت در میاد این هوا خنک میشه و میتونیم در کنار این کویل آب گرم هم داشته باشیم که آب گرم اون از طریق دیگ تعمیم میشه. در اینجا تنها عامل انتقال حرارت ما هوا هستش. در سیستم تمام آب ما یک دستگاهی رو در داخل فضا داریم که به داخل این دستگاه آب گرم و یا آب سرد شده وارد میشه و این دستگاه یا اصطلاحاً مبدل حرارتی به ما کمک میکنه که عمل سرمایش و گرمایش رو در داخل فضا انجام بدیم و همونطوری که مشاهده میکنید ما دیگه کانال نداریم. در اینجا ما لوله داریم در سیستم تمام آب و آب سردی که در داخل چیلر تولید میشه میاد به داخل دستگاه در فصل تابستون و در فصل زمستان هم ما آب گرم را از طریق دیگ و یا بویلر گرم میکنیم، میفرستیم داخل دستگاه و این دستگاه بر اساس ساختاری که داره و نحوه توزیع حرارتی که ما از اون انتظار داریم میاد و داخل فضای ما را گرم میکنه در فصل زمستان. این دستگاه میتونه فنکویل باشه که انواع مختلفی داره، میتونه زمینی باشه، دیواری باشه، سقفی توکار باشه، میتونه کاستی باشه، چهار طرفه باشه، یک طرفه باشه و میتونه رادیاتور باشه که در اینجا ما لوله کشی براش انجام میدیم از دیگ و اونو تغذیه میکنیم. میتونه گرمایش از کف باشه که روش تابشی نامیده میشه که در داخل کف ما یک سری لوله کشی خواهیم داشت و یا میتونه یونیت هیتر باشه که عملا برای ساختمان ها و یا سالن های بزرگ از اون بیشتر بهره میبریم. آب در محل جداگانه ای که میتونه موتورخانه باشه گرم یا سرد میشه و به داخل مبدل حرارتی که عملا این دستگاه های ما هستش فرستاده میشه که در داخل اتاق هستن. سیستم هوا آب تلفیقی از دو سیستم قبلی هستش، یعنی ما اینجا هم لوله کشی داریم و هم کانال کشی داریم. از طریق لوله کشی باز آب خنک میشه یا گرم میشه به داخل دستگاهی که گفتیم میتونه رادیاتور، فنکوئل یا هر دستگاه دیگری باشه فرستاده میشه و از اون سمت هم کانال کشی داریم که هوا رو اینجوری داره تخلیه میکنه و هوای بیرون رو میاره و داخل فضا ریخته میشه. همونطوری که در ابتدای جلسه خدمتتون گفتم ما یک سری تلفات داریم در این ساختمان و در این فضا که در فصل تابستون رو اگر مثال بزنیم میگیم که افراد تجهیزاتی که هستش روشنایی و تابش خورشید میتونه برای ما اینجا گرما وارد این فضا بکنه. ما اون مقداری که تلفات حرارتی داریم همون مقدار رو با دستگاه میتونیم بالاخره بار برداری بکنیم و اون تلفات رو جبران بکنیم و عملا در این سیستم ها این بحث هوایی که وارد میشه برای تامین اکسیژن و کمک به کنترل رطوبت هستش و اکسیژن لازم برای تنفس افراد و بیشتر در ساختمان های بزرگتر و عملا پیچیده تر این سیستم مورد استفاده قرار میگیره که بعضا حتی الزام هم داریم که باید از این سیستم تلفیقی هوا آب استفاده بشه که رایج‌ترینش سیستم هواساز و فنکویل هستش. سیستم انبساط مستقیم یا همون سیستمی که بر اساس سیکل تبرید کار میکنه و در این آموزش هم مورد بحث ما هستش، چون که سیستم داکت اسپلیت ما بر اساس سیستم انبساط مستقیم و سیستم تبرید تراکمی کار میکنه، یکی دیگه از اون سیستم هایی هستش که رایج هستش، استفاده میشه و میتونه مزایایی برای ما داشته باشه. همونطور که مشاهده میکنید ما اینجا یک سیستم تبرید کولرگازی را داریم که همه ما برای یک بار هم شده این سیستم را دیدیم و با این دستگاه ها تقریبا آشنا هستیم. در این سیستم کمپرسوری که شما مشاهده می کنید، گازی که داخل سیکل وجود داره و داخل این چرخه وجود داره، فشار و دمای اون رو بالا میبره و اون گاز رو متراکم میکنه و میفرسته به داخل کندانسور. کندانسور عملا همون یونیت خارجی هستش که ما در فضای بیرون نصب میکنیم. گاز داغ با فشار بالا میاد در داخل این دستگاه کندانسور و در محیط بیرون با تبادل حرارت با هوای بیرون توسط فنی که روی این دستگاه قرار داره انتقال حرارت رو بیشتر میکنیم، خنک میشه. یعنی عملا گازی که ما اینجا با بخار داغ و فشار بالا داشتیم اینجا میاد و خنک میشه، به صورت مایع در میاد اما همچنان فشارش بالاست. تا میرسیم به ورودی شیر انبساط یا اکسپنشن والو، در این تجهیز فشار و دمای مبرد و اون گاز به صورت سریع و لحظه‌ای افت پیدا میکنه و به صورت مایع سرد با فشار پایین در میاد. یعنی هم دماش میاد پایین و همین که فشارش افت میکنه و در نهایت به صورت مایع سرد وارد یونیت داخلی ما میشه که ما این یونیت رو در داخل فضا و اتاقمون نصب کرده ایم. وقتی که مایع سرد با فشار پایین وارد اواپراتور یا یونیت داخلی ما میشه، این مایع سرد در لوله ها و اصطلاحاً کویل ما حرکت میکنه. دستگاه هم با توجه به کارکردش و فنی که داره، هوای اتاقی که در اون این دستگاه یونیت داخلی نصب شده میکشه از روی اون کویل سرد، کویلی که عملاً مایع سرد و اون گاز سرد داخلش هست عبور میده و دوباره هوای خنک رو به داخل فضا تزریق میکنه، پخش میکنه تا اون ایجاد آسایش حرارتی رو برای ما ایجاد کنه و اون رنج دمایی که ما گفتیم برای ما تأمین بکنه. گازی که داخل این کویل ها حرکت میکنه با جذب گرمایی که از روی اون عبور کرده، گرمای هوایی که از روی اون عبور کرده خودش میجوشه. بر اساس اون ساختار شیمیایی که این گاز مبرد داره با دمای اتاق که از روی اون عبور میکنه میجوشه، به صورت بخار در میاد و میاد دوباره به مکش کمپرسور تا این عمل متراکم کردن توسط کمپرسور دوباره انجام بشه و بخار داغ با فشار بالا تحویل کندانسور داده بشه. پس عملا این یک سیکل تبرید هستش که سیستم انبساط مستقیم نامیده میشه. سیال داخل سیستم گاز مبرد هستش و ما دیگه آب، هوا یا سیال دیگه به جز این گاز مبرد نداریم و در داخل سیستم چیزی غیر از این گاز ما نداریم که انواع مختلفی هم داره. میتونه گاز R22 باشه، R134A باشه یا گازهای ترکیبی که در ادامه به اونها هم خواهیم پرداخت. عملا به سیستم مرکزی نیاز نداریم ما در این سیستم انبساط مستقیم. این یونیت خارجیش در بیرون از فضای داخل و در محیط بیرون نصب میشه و توسط لوله‌کشی مسی به هم دیگه وصل میشن و این هم یونیت داخلی هستش که این سیستم کنترل خوبی روی دما، رطوبت و تمیزی هوا داره. شاید براتون سوال باشه که این تمیزی هوا چجوری تامین میشه؟ در داخل این یونیت داخلی ما یک فیلتر معمولی نصب میشه، فیلتر حالا بگیم آنسونانی هم نیست، ولی خب هوایی که داره میمکه داخل دستگاه از روی فیلتر عبور میده و دوباره به داخل فضا و اتاق تزریق میکنه و میفرسته. انواع سیستم های انبساط مستقیم میتونه روفتاپ پکیج یونیت باشه، میتونه سیستم VRF باشه، میتونه سیستم های اسپلیت باشه. سیستم روفتاپ پکیج یونیت نیز از همین سیکل تبریدی که شرح دادیم برای عمل سرمایش استفاده میکنه و سیستم VRF هم به همین شکل معمولا دستگاه‌های روفتاپ پکیج یونیت در ظرفیت‌های بالا مورد استفاده قرار میگیره. سیستم VRF هم همونطور در ساختمان‌هایی که عملا فضاهای زیادی داره و ساختمان‌های اداری و تجاری رو میتونیم از این دسته‌بندی و از این جمله قرار بدیم. سیستم اسپلیت نیز برای ساختمان‌های کوچکتر مورد استفاده قرار میگیره. یک یونیت خارجی داریم اینجا که عملاً کندانسور نامیده میشه، توسط لوله‌کشی مسی اتصال پیدا میکنه و ارتباط میگیره با یونیت داخلی که ما داریم و این یونیت داخلی دستگاه داکت اسپلیت ما هستش. اون سیستم کولرگازی که گفتیم یه حالت دکوراتیو داره و به دلیل اینکه در داخل فضا به صورت نمایان نصب میشه یه حالت دکوراتیو داره، در داخلی فریمی یا یک کاوری قرار میگیره. اما سیستم داکت اسپلیت یونیت داخلیش چون که در داخل سقف کاذب قرار میگیره عملا اون کاور و حالت دکوراتیو رو نداره و به این دستگاه کانال وصل میشه تا بتونه فضاهای مختلف رو برای ما عمل تهویه‌اش رو انجام بده و بتونیم کانال کشی داشته باشیم به فضاهای مختلفی که در ساختمون داریم. لوله کشی مسی نیز داریم و میتونیم کانال برگشت در نظر بگیریم برای دستگاهمون و ترموستات هم که دستور میگیره که بر اساس اون دمایی که ست کردیم دستور میگیره فن رو خاموش کنه یا روشن بکنه. سیستم تهویه اسپلیت ما عملا سیستم کولرگازی و سیستم داکت اسپلیت را با سیستم تهویه اسپلیت میشناسیم و نامگذاری کردیم. سیستم کولرگازی را مشاهده میکنید که یک یونیت داخلی و یک یونیت خارجی داره که توسط لوله‌کشی مسی با هم دیگه در ارتباط هستند و اون گاز را بر اساس اون سیکل تبریدی که گفتیم دارن بین خودشون رد و بدل میکنن و در قسمتی از سیکل به صورت مایع، در قسمتی از سیکل به صورت گاز و بخار جریان داره و حرکت میکنه. کمپرسور و کندانسور که گفتیم در محیط بیرون و فضای خارج نصب میشه و شیر انبساط و یونیت داخلی و همون اواپراتور در فضای داخل نصب میشه. میتونیم شیر انبساط را ما در داخل این یونیت خارجی هم داشته باشیم، در هر دو حالت وجود داره که حالا شرایط خودشو داره که در ادامه به بحث این موضوع هم خواهیم پرداخت. سیستم تهویه اسپلیت دیگه ای که ما داریم داکت اسپلیت هستش که باز یونیت خارجی مشابهی داره با سیستم کولرگازی، اما یونیت داخلیش فرق میکنه و باز لوله‌کشی مسی را داریم و سیستم ریموت کنترل هوشمند که دستور میگیره از ترموستات که فن رو خاموش کنه یا روشن بکنه یا اینکه دورش رو تغییر بده. و لوله‌های ورودی و خروجی هستش که اینجا میتونه وصف بشه و این کویل مسی که داخل این دستگاه هستش رو عملاً تغذیه میکنه. کارکرد هر دو بر پایه سیکل تبرید هستش، هم کولرگازی هم داکت اسپلیت. یونیت خارجیشون که گفتیم مشابه هم دیگه هستش، تفاوت اصلی اونها در یونیت داخلی هستش. یونیت داخلی کولرگازی یا هم اواپراتورش روی دیوار نصب میشه و عملا یک فضا رو میتونه برای ما تهویه بکنه. شما در نظر بگیرید دستگاه یونیت داخلی وقتی که در یک اتاق خواب نصب میشه عملا اون فضا رو داره تهویه میکنه و وقتی در فضای مثلا پذیرایی نصب میشه و همون فضای پذیرایی رو برای ما میتونه تهویه کنه و عملا کاربردش به این یک فضا محدود میشه. ولی سیستم داکت اسپلیت در داخل سقف کاذب نصب میشه و امکان و قابلیت تهویه همزمان چند فضا رو داره، با توجه به اینکه میتونیم کانال کشی داشته باشیم که در این سیستم کولرگازی و یونیت داخلی کولرگازی همچین امکانی وجود نداره. ما در سیستم داکت اسپلیت با کانال کشی میتونیم فضاهای مختلف رو تهویه کنیم و اون کانال رو به اون فضایی که ما میخوایم تهویه بشه میرسونیم و از طریق دریچه ها هوا رو در داخل اون فضا پخش میکنیم. در ادامه به صورت تخصصی وارد بررسی سیستم تهویه داکت اسپلیت میشیم، اینکه از چه اجزایی تشکیل شده و یونیت داخلی و خارجی اون چه اجزایی را میتونه داشته باشه و معرفی میکنیم خدمت شما. در اینجا ما یک یونیت داخلی را داریم که تشکیل شده از فن و یک سینه تخلیه برداشت یا همون سینه تخلیه‌ای که قطرات آب حاصل از چگالش روی کویل رو اینجا جمع‌آوری میشه و به لوله‌کشی تخلیه یا لوله‌کشی درین وصل میشه و به فضای مناسب و به چاه مناسبی تخلیه میشه. اینجا بدنه دستگاه را داریم و اینجا هم کویل مسی که جلوی فن قرار داره و این قسمت آبی رنگ هم میتونه فیلتر ما باشه که هوا بعد از عبور از این فیلتر عین کارکرد فن یعنی هوای اتاق میکشه، اون فضایی که توش نصب شده از روی این کویل عبور میده و دوباره به سیستم کانال کشی وارد میشه. اینجا هم باز یونیت داخلی رو داریم که لوله های مسی رو داریم. لوله های مسی با پره های آلومینیومی عموماً پوشیده میشه برای افزایش سطح انتقال حرارت و فن را داریم و لوله های ورود و خروج گاز مبرد هستش که اگر عملاً کویل آب گرم داشته باشیم میتونه آب گرم بیاد داخلش و این اواپراتور کارش گرفتن گرمای فضایی هستش که تو اون نصب شده. اگر شما اینو دارید در یک اتاق خواب نصب میکنید یا در یک پذیرایی نصب میکنید، گرمای اون فضا رو میکشه، توسط فن از روی اون کوئل عبور میده و اون گرما رو میده به مبردی که داخل این لوله ها قرار داره. مبرد خودش میدوشه و هوایی که خنک کرده رو وارد فضا میکنه. باز ما اینجا شیر انبساط را داریم در ورودی اواپراتور یا یونیت داخلی، یعنی ما بعد از کندانسور شیر انبساط را داریم و بعد اواپراتور و همون یونیت داخلی. مایع مبرد وقتی که میخواد بیاد وارد اواپراتور بشه، در این مسیر ورود مایع مبرد به اواپراتور ما شیر انبساط را داریم که میتونه از نوع ترموستاتیکی یا میتونه از نوع الکترونیکی باشه. وقتی که مایع مبرد به این شیر میرسه، گفتیم که فشار و دماش افت پیدا میکنه به واسطه اینکه سطح مقطع خیلی کاهش پیدا میکنه. شبیه اسپری کردن آب مثلا با یک آبفشان هستش که به صورت ذرات ریز در میاد و داخل این کویل عبور میکنه که بتونه گرمای هوایی که از روی اون کویل داره عبور میکنه بگیره و عملا خودش به صورت بخار در بیاد و بره تو ورودی کمپرسور. این سنسینگ بالب هم که در خروجی اواپراتور نصب میشه، بسته به دمای اون گازی که داره از اواپراتور خارج میشه دستور میده و با کارکرد خاصی که داره میتونه باعث باز و بسته شدن این شیر بشه که چقدر از این مایع وارد اواپراتور ما بشه یا اینکه مسیر رو باز و بسته بکنه. شیر انبساط میتونه در یونیت خارجی هم عرض کردم که میتونه باشه و در هر دو حالت دیده میشه این کارکردش و این نصبش. در اینجا باز شماتیکی از شیر انبساط ترموستاتیکی رو میبینید که مایع مبرد وارد میشه و از اینجا خارج میشه. سنسینگ بالب ما هستش که در خروجی اواپراتور نصب میشه و توسط این لوله باریکی که هستش به شیر انبساطمون که در ورودی اواپراتور هست وصل میشه و بر اساس گازی که داخل این هستش که تحصیل میپذیره از دمای خروجی از اواپراتور، دمای گاز خروجی از اواپراتور، میتونه این گاز منبسط بشه و یه فشاری را به این قسمت بیاره و باعث باز و بسته شدن این مسیر حرکت مبرد بشه. ما یونیت خارجی را داریم که کمپرسور در داخل یونیت خارجی نصب میشه. وظیفه اینم متراکم کردن گاز مبرد هستش که به انواع مختلف روتاری، اسکرول و پیستونی تقسیم میشه. عملا این دستبندی کمپرسورها میتونه تاثیر بپذیره از کلاس آب و هوایی و اون اقلیم هوایی که کمپرسور داره در اون نصب میشه. برای مثال کمپرسورهای روتاری میتونه تحمل دمای از 18 درجه تا 43 درجه سانتیگراد را داشته باشه و مناسب مناطق معتدل و مرطوب هستش و کمپرسورهای تیسه مناسب برای مناطق خشک و گرمسیر و این قطعاً خیلی مهمه حین خرید و حین طراحی سیستم داکت اسپلیت که کمپرسور دستگاه ما از چه نوع کلاس آب و هوایی برخوردار هستش و ما عملا نمیتونیم کمپرسوری که برای مناطق معتدل و مرطوب طراحی و ساخته و تولید شده در مناطق خشک و گرم سیر نصب کنیم، کاراییش رو از دست میده و ممکنه برای ما اون بازدهی رو نداشته باشه. باز یونیت خارجی رو مشاهده میکنید که اینجا باز شده و کمپرسور رو میبینید که مکش و دهش داره. در اینجا هم که لوله های مسی که باز با فین های آلومینیومی پوشانده شده برای افزایش انتقال حرارت، فنی رو میبینید که در حین روشن بودن دستگاه کار میکنه و باعث میشه یک جریان هوایی از یک طرف بیاد و از روی این لوله ها عبور کنه و انتقال حرارت و تبادل حرارتی داشته باشیم مابین مبردی که داخل این دستگاه هستش با محیط بیرون. و اینجا هم کندانسورشو که توضیح دادم خدمتتون، باز یک سری لوله مسی در داخل این دستگاه وجود داره و فنی که حین کار کرد باعث افزایش انتقال حرارت میشه و افزایش تبادل حرارت. این عملا یک یونیت خارجی دستگاه داکت اسپلیت هستش که باز شده و کمپرسور و کندانسور رو در داخل خودش جای داده. این نکته هم خدمتتون عرض کنم که کندانسورهای دستگاه‌های اسپلیت همشون هوایی هستند و این سیستمی که اینجا مشاهده می‌کنید یک یونیت خارجی هستش. کار این کندانسور دفع گرمای جذب شده در اواپراتور. عرض کردم خدمتتون که در اواپراتور اون گرمای اتاق میاد از روی کل عبور میکنه، توسط مایع مبرد جذب میشه اون گرمای اتاق و یک گرمایی را ما از حاصل کارکرد این کمپرسور داریم که گرمایی که در اواپراتور جذب شده و در این کمپرسور تولید شده. وظیفه این کندانسور اینه که این دوتا گرما را به هوای بیرون منتقل بده با کارکردی که داره. کاربرد سیستم تهویه داکت اسپلیت اکثراً به کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری محدود میشه و عملاً در ساختمان‌های درمانی یا شاید بگیم صنعتی خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره. در حین طراحی سیستم تهویه داکت اسپلیت باید توجه خاصی به خصوصیات افراد ساکن در ساختمان داشته باشیم، نوع پوشش افراد و اینکه محیطی که دستگاه را میخوایم در اون نصب کنیم آیا همه افرادی که در داخل اون فضا هستن خانم هستند، همشون آقا هستند یا سن و سال افرادی که در داخل اون فضا هستند تاثیرگذار هست که دمای آسایش برای خانم ها 1 تا 2 درجه کمتر از مردان هستش، سرعت متابولیک و سوخت و ساز خانم ها کمتر از مردا هستش و این نکته خیلی مهمه که توقعات فردی هم تاثیرگذار هست روی طراحی ما. ممکنه در یک دمای مثلا 23 درجه یک نفر احساس آسایش بکنه، یک نفر احساس بکنه که دمای اون اتاق و شرایط اون اتاق گرمه، یک نفر هم ممکنه بگه سرده و این از خیلی پارامترها تاثیر میگیره و معمولا ما ایرانی ها این عادت رو داریم که در فصل زمستان یا حتی در فصل تابستان دوست داریم که فضایی که هستیم یه خورده دماش بالا باشه و یه ذره بالاتر از اون محدوده و رنج استاندارد ما توقع داریم. سن افراد هم تاثیرگذار هست روی دما و طراحی ما. عملا دمای آسایش برای افرادی که سن و سالشون بالاتر هستش میتونه در حد چند درجه بالاتر باشه از اون رنج استانداردمون. نوع پوشش افراد، اینکه در ادارات و ساختمان‌های تجاری پوشش کامل دارن افراد، اما در ساختمان‌های مسکونی عملاً این یه خورده کاهش پیدا میکنه و معمولاً لباس راحت‌تر و لباس نازکتری ساکنین میپوشن. از مزایایی که سیستم تهویه داکت اسپلیت داره اینه که توزیع مناسب هوا رو ما از طریق کانال کشی داریم. یک قابلیت خیلی خوبی که این دستگاه داکت اسپلیت داره کانال کشی هستش، یعنی شما دستگاه رو که نصب کردید میتونید بهش کانال وصل کنید و از طریق کانال کشی چند فضا رو تهویه بکنید. حتی اگر این دستگاه داکت اسپلیت برای یک فضا هم نصب شده، یک فضای بزرگ هم نصب شده، ما از طریق کانال کشی میتونیم توزیع خیلی خوبی داشته باشیم. یعنی عملاً اینطوری نیست که مثل کولرگازی و اون یونیت داخلی کولرگازی مستقیم به روبرو بزنه و در بعضی از مناطق فضا ما هوای مرده داشته باشیم و فضایی که نقطه‌ای که هیچ هوایی در اون جریان نداره. ما در داک اسپلیت میتونیم کانال کشی داشته باشیم و چندین دریچه نصب کنیم که به توزیع بهتر هوا قطعا کمک میکنه. این سیستم نیازی به موتورخونه نداره و یونیت خارجیش نصب میشه در محیط بیرون و یک یونیت داخلی داره که با لوله‌کشی مسی به هم وصل شدن. برای ما تأمین سرمایش و گرمایش میکنه. خیلی مهمه این مزایا و این مزیت سیستم، خیلی مهمه، چون شما اگر بخواید سیستم های دیگه ای رو نصب کنید مثل کولرگازی یا رادیاتور یا گرمایش اسکف، اینا فقط برای ما یا سرمایش رو تامین میکنن یا گرمایش رو تامین میکنن و اگر بخواید سرمایش و گرمایش همزمان داشته باشید و هر دوتا برای شما تامین بشه، اکثرا ناچار هستید که برید روی سیستم های چیلر، فنکویل، دیگ و سیستم های مرکزی باید سراغشون برید. اما در این سیستم داک اسپلیت بدون نیاز به موتورخونه و سیستم مرکزی میتونید سرمایش و گرمایش رو داشته باشیم. این دفتر کار باز هم که در ادامه بهش میپردازیم که منظورمون چی هستش. خب اینجا به کارکرد دستگاه در حالت گرمایش میپردازیم و اینکه میگیم برای ما تأمین سرمایش و گرمایش داره دستگاه به چه معنی هستش، یعنی اینکه چطور یک دستگاه بدون اینکه تجهیزاتش عوض بشه، جابجا بشه، این برای ما سرمایش و گرمایش رو میتونه تأمین کنه. اگر توجه کنید ما در اینجا کمپرسور رو داریم که در حالت عادی و کارکرد عادی سیستم این کمپرسور گاز مبرد رو میفرسته از یک شیر ریورسینگ والو یا عملا شیر چهارراهه هم میگن، شیر معکوس کننده هم میگن، خارج میشه، از این عبور میکنه و میاد به داخل یونیت خارجی که کارکردش رو خدمتتون توضیح دادیم. میاد از کندانسور عبور میکنه، به شیر یک طرفه میرسه و بعد از عبور از شیر یک طرفه به شیر انبساط ترموستاتیکی میرسه که بعد از کاهش فشار و دما به صورت مایع میاد داخل یونیت داخلی و عمل گرفتن گرما از محیط رو انجام میده، خودش میجوشه و دوباره از این قسمت و بعد از عبور از شیر چهارراهه یا شیر معکوس کننده برمیگرده به داخل کمپرسور به صورت بخار. این حالت سرمایش این دستگاه هستش و ما وقتی که دستگاه رو بذاریم رو حالت گرمایش قضیه یه مقدار فرق میکنه، یعنی کارکرد دستگاه رو تحت تاثیر قرار میده. این حالت هیتینگ مود ما دیگه گاز خروجی از کمپرسور که دماش بالاست، اینو توجه کنید که دماش بالاست، ما برای گرمایش نیاز به آب، گاز و هوا با دمای بالا داریم. بعد از اینکه از کمپرسور با دمای بالا این گاز خارج شد، وقتی که دستگاه رو حالت گرمایش قرار میدیم دیگه این مبرد و این گاز نمیره مستقیم به یونیت خارجی، بلکه مسیر جریان را این شیر ریورسینگ والو و شیر معکوس کننده عوض میکنه و این گاز داغ مستقیم میاد به یونیت داخلی ما، یعنی جای این دوتا یه جورایی عوض میشه. وقتی که این گاز داغ اومد داخل این یونیت داخلی چطوری کار میکنه؟ گفتیم که ما این اواپراتورمون یک فن داخلش هست، وقتی که فن کار میکنه هوای اتاق رو میگیره و از روی کویلی که گاز داغ داخلشه عبور میده و به داخل فضا میده. این هوا کاری نداره که داخل این کویل گاز داغ هست یا گاز سرد هست و وقتی که این هوا از روی کویل عبور میکنه اگر گاز داغ داخلش باشه هوا گرم میشه یا به مانند این حالت اگر مایع سرد داخلش باشه هوا خنک میشه. پس اینجا گازی که از کمپرسور خارج میشه مستقیما با توجه به اینکه این شیر مسیر حرکت گاز و جریان گاز را عوض کرده، این گاز داغ میاد به یونیت داخلی، هوایی که از روش عبور میکنه گرم میشه و دوباره از یک شیر یک طرفه عبور میکنه میاد به شیر انبساط ترموستاتیکی و اینجا به صورت مایع میاد، با تبادل حرارت این دستگاه با هوای بیرون میاد به صورت بخار در میاد، میجوشه و دوباره برمیگرده به داخل کمپرسور تا متراکم بشه، دما و فشارش بره بالا که دوباره برگرده به این یونیت داخلیمون و از حالت گرمایشیش استفاده بکنیم. و اینجا شاید برای شما سوال باشه که چرا دوتا شیر انبساط داریم؟ معمولا شیرهای انبساط جهت نصب دارن، یعنی شما نمیتونید یک شیر انبساط اینجا قرار بدید، هم جریان گاز از این مسیر بیاد ازش عبور کنه و همین که از اون ور بیاد ازش عبور کنه و معمولا جهت نصب دارن. به همین دلیل ما در این حالت و در این سیستم دو تا شیر انبساط ترموستاتیکی قرار میدیم و تنها راه چاره برای نصب یک شیر انبساط اینه که شیر انبساطمون رو از نوع الکترونیکی انتخاب بکنیم که این هم قابلیتی هستش که باید سیستم شما داشته باشه و تولید کننده این رو در داخل سیستم ببینه. پس این حالت سرمایش و گرمایشی که ما میگیم برای ما تعمیم میکنه به این شکل هستش، اما توصیه میشه که از این حالت گرمایش و سرمایش به صورت دائم استفاده نکنید. حالت گرمایش رو توی زمستون استفاده نکنید به این دلیل که مصرف برقتون میره بالا، کارکرد دستگاه بالاتر میره مدت زمانش و ممکنه عمر دستگاه پایین بیاد و اون گرمای مطلوبی که ما میخوایم رو ممکنه نده، COPش کاهش پیدا میکنه تو حالت گرمایش و اینها همه نکاتی هستش که باید رعایت بکنیم. اینکه چجوری از حالت گرمایش داکت اسپلیت استفاده کنیم اونم خدمتتون عرض میکنیم و راهکارشو میگیم که چجوری شما توی زمستون سیستم کمپرسورتون رو خاموش بکنید و تنها با روشن کردن فن یونیت داخلی از حالت گرمایشی این سیستم بهره مند بشید و راهکارش هم اینه که شما جلوی دستگاه میاد یک کویل آب گرم نصب میکنید که از طریق پکیج یا از طریق موتورخانه تغذیه میشه. این هم کارکرد اون شیر چهار راهه معکوس کننده هستش که اینجا خروجی کمپرسور رو ما داریم که این میتونه با عوض کردن جهت حرکت سیال و اون گاز میتونه تعیین بکنه که این گاز به داخل یونیت داخلی بره یا داخل یونیت خارجی بره که این هم ساکشن کمپرسور هستش که منظور همون ورودی به کمپرسور هستش. حالا به این کوئل آبگرمی که گفتیم راهکار استفاده از حالت گرمایشی داکت اسپلیت هست میپردازیم. کوئل آب گرم توی دو حالت جداگانه و فابریک میتونه باشه. جداگانه یعنی اینکه ما دستگاهو خریداری کرده ایم و میایم نصب میکنیم، کوئل رو هم جداگانه باید خریداری بکنیم و جلوی دستگاه نصب کنیم. یه حالتی هستش که تولید کنندگان داخلی این قابلیت رو اضافه کردن که کوئل آب گرم به صورت فابریک روی دستگاه نصب میشه. یعنی شما یک لوله‌کشی مسی خواهید داشت ورودی و خروجی که از یونیت خارجی میاد و یک لوله‌کشی از پکیج یا موتورخانه خواهید داشت به داخل این دستگاه و کوئل آب گرم شما فابریک هستش که اینو بعضی از سازنده های داخلی این قابلیت رو دارن، اما اکثرا اگر از برندهای خارجی شما دارید استفاده میکنید این کوئل آب گرم رو باید خودتون اضافه کنید که معمولا این کوئل آب گرم در داخل کشور خودمون رایج هستش به این دلیل که ما سوختهای فسیلی داریم و میتونیم از اون به راحتی استفاده کنیم، میتونیم گاز رو بسوزونیم، گرما تولید کنیم، آب گرم کنیم و بفرستیم به داخل این کوئل آب گرم. این هم خود کوئل هستش که ما ورودی و خروجی داریم برای کوئل. خود کوئل جنسش مسی هستش اما با پره ها و فین های آلومینیومی برای افزایش انتقال حرارت پوشیده شده و از موتورخانه یا پکیج گرمایی میتونه تغذیه بشه این کوئل که جلوی دستگاه قرار میگیره برای اینکه هوای اتاق بیاد از روش عبور کنه. با توجه به اینکه آب گرم داخل این کوئل هست هوا از روش عبور میکنه، گرم میشه و به داخل فضاها فرستاده میشه که اینم بحث استفاده از گرمایش سیستم تهویه داکت اسپلیت است. دفتر کار باز به این شکل هستش که شما ممکنه ادارات یا شرکت هایی را داشته باشید، شرکت های خصوصی که تمام کارمندها و اپراتورها در یک فضای بزرگ قرار دارند و هر کدوم روی سیستم خود نشستند و عملاً دیواری ما بین این کارمندها قرار نداره یا دیواری قرار نداره یا اینکه با پارتیشن های حالا از جنس MDF یا از جنس های دیگری میتونه جدا شده باشه اما در یک فضا همه قرار دارن. این سیستم داکت اسپلیت بسیار عالیه برای اینجور فضاها، میتونیم ازش استفاده کنیم. عرض کردم که یا میتونه اینجوری بدون پارتیشن باشه یا میتونه با پارتیشن باشه، با پارتیشن های کوچیکی که به صورت اصطلاحاً کابین به کابین باشه که هر شخص روی کابین خودش نشسته. حالا که به مزایای سیستم داکت اسپلیت پرداختیم، میتونیم به چند تا از عیب هایی که این سیستم هم داره اشاره بکنیم. یکی از عیب هاش اینه که عدم کنترل مستقل دمای هر فضا هستش. شما اگر این تصویر رو مشاهده بکنید میبینید که در یک ساختمان ممکنه ما در فضاهای مختلف آن ساختمان دماهای متنوعی بخوایم، یا اینکه یک فضا اصلا استفاده نشه، کسی در طول روز از اون استفاده نمیکنه یا در شب از اون استفاده نمیکنه و ما نمیتونیم این انعطاف را در این سیستم ببینیم. و وقتی که شما یک دستگاه داکت اسپلیت میذارید تمام فضاها مورد تهویه قرار میگیره و تمام فضاها از یک دما فقط بهره مند میشن.